به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف هفتم. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید. شاگردای عزیز و گرامی، ریاضی صنف هفتم هستیم و فصل ششم خطوط موازی و عمود، درست است؟ درس هفتم ما و شما میشه، درست است؟ خب شاگرده عزیز و گرامی، اما اهدافی که در درس امروز ما و شما با همدیگه میخوانیم، یک قطرهای مستطیله میخوانیم و بعد از قطرهای لوزی را میخوانیم، صحیح؟ خب اگر یادتون باشه درس گذشته ما و شما چه خواندیم؟ قطرهای متوازی الاضلاع را خواندیم و گفتیم که در متوازی الاضلاع قطرها با یکدیگر چی میشه؟ همدیگر را نصف میکنه. مساوی نیست، نه؟ قطرها همدیگر را نصف میکنه، به دو نیم تقسیم میکنه. با نام مثال یک قطر ما و شما 8 سانتی متر باشه و دیگر قطر ما 6 باشد، به دو تا 4 سانتی متر و 3 سانتی متر تبدیل میشه. درست است؟ و همدیگر را قطع میکنه در اون نقطه، نقطه ایمان نمیگه یادتون باشه، درست است؟ و دیدیم که قطرها با همدیگر چی میشه؟ نصف میشه. هر قطر به دو نیم تقسیم میشه. پس این در رابطه با چی؟ متوازی الاضلاع بود. اما در رابطه با مستطیل و لوزی میخوایم ببینیم که قطرها نظر به همدیگه، نظر به یکدیگر چه رابطه‌ای بینشان برقرار است. خب شاگرد عزیز، قبل که درس شروع کنیم، کارخانه درس گذشته را باید به ما روان میکردین. از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 2096470852554013. اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی دارید، میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبری که به شما خواندم. پس شاگردای عزیز و گرامی، میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم. خب شاگرده عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ قطرهای مستطیل و قطرهای لوزی رو باید بخوانیم. اگر یادتان باشه درس گذشته، پس من باید نوشته کنم، درس گذشته چی بود؟ قطرهای متوازی الاضلاع بود. پس درس امروز ما و شما میشه قطرهای مستطیل. خب اول مستطیل رو میگیم، بعد لوزی رو میگیم. اگر یادتان باشه در چند درس گذشته ما چهار ضلعی ها رو خواندیم، گفتیم که چی است؟ مستطیل خودش یک تا متوازی الاضلاع است. چرا؟ چون متوازی الاضلاع چی بود شاگرد عزیز؟ متوازی الاضلاع چنین شکلی بود دیگه، نه؟ تعریفش چی بود؟ گفتیم چهار ضلعی که ضلع‌های روبرو با هم چی باشد؟ موازی و مساوی باشد. البته گفتیم تعریف اصلیش موازی بودن است که مساوی بودن میشه ثبوت کرد. پس چهار ضلعی که ضلع‌های روبرو با هم موازی باشد میشه چی؟ میشه متوازی الاضلاع. اما مستطیل ما و شما شاگرد عزیز، مستطیل ما و شما این شکل بود دیگه، نه؟ گفتیم چی است شرایطش؟ ضلع‌های روبرو با هم مساوی و موازی باشد، زاویه 4 زاویه 90 درجه داشته باشد، یا هم موازی هستند هم مساوی هستند، درسته؟ ضلع‌هاش ضلع‌ها با هم دیگه روبرو و زاویه هم 4 زاویه 90 درجه، باید میگه مستطیل. خب پس متوازی الاضلاع میگیم که ضلع‌های روبرو موازی و مساوی، درست است؟ امیر چی بود؟ زاویه روبرو هم که ثبوت کردیم با هم برابر است، زاویه روبرو هم با هم مساوی میشه. آیا این شکل مستطیل ما و شما خاصیت ها یا ویژگی های متوازی الاضلاع رو دارد؟ میگیم بله. ضلع های روبرو موازی مساویه؟ بله. زاویه های روبرو با هم برابر؟ بله. تازه 90 درجه هم است، یک چیز اضافه تر هم داره. این ویژگی ها را داره.
سهیست؟ وقتی ویژگی ها رو داره پس اینه چهار ضلع ما و شما یک تا متوازی اضلاع می شود. دقت کنید. پس مستطیل متوازی اضلاع است اما متوازی اضلاع مستطیل نیست. دیره قبلا کار کردیم دیگه نه؟ چرا متوازی اضلاع مستطیل نیست؟ چون مستطیل زاویه های 90 درجه داره. آیا زاویه 90 درجه است؟ میگیم نه خیر. پس این شکل ویژگی های ای را ندارد اما این شکل ویژگی های از ای را دارد. پس این مستطیل متوازی اضلاع میشه. درست است؟ و همچنین لوزی. لوزی شکل چی رقم بود؟ یادتان است؟ لوزی چهار ضلعی بود که چهار تا ضلعش با هم چی است؟ مساوی است. این چهار ضلع با هم مساوی است و زاویه های روبرو هم با هم برابر است. خب وقتی چهار ضلع های روبرو با هم مساوی باشه موازی هم است دیگه. این هر دو با هم موازی است و این که از این موازی است. پس این چهار ضلعی هم ضلع های روبروش با هم مساوی و موازی است، زاویه روبروش هم با هم برابر است. تازه چهار تا ضلعش با هم مساوی، یک چیز اضافه تر داره. خیر مشکل نیست. ضلع های روبرو با هم مساوی است میگیم بله. پس این ویژگی ها دارد. پس لوزی و مستطیل هر دویشان متوازی الاضلاع هستند اما متوازی الاضلاع هیچ کدام از اونها نیست. چرا؟ چون این ویژگی هاش است میگه چهار تا ضلع برابر باید داشته باشد. آیا چهار تا ضلعش برابر است؟ میگیم نه خیر. پس متوازی الاضلاع لوزی نیست اما لوزی متوازی الاضلاع هست. مستطیل متوازی الاضلاع است اما متوازی الاضلاع مستطیل نیست. بین از هر دو به نظرتان چه رابطه وجود دارد؟ آیا مستطیل میتونه لوزی باشد؟ میگیم نه خیر. چون ویژگی از چی است؟ چهار ضلع برابر. آیا چهار تا ضلعش برابر است؟ میگیم نه خیر. پس ویژگی از ندارد، مستطیل لوزی نیست. آیا لوزی میتونه مستطیل باشه؟ میگیم نه خیر. چرا؟ چون مستطیل چهار تا زاویه قائمه میخواد، زاویه 90 درجه. آیا زاویه 90 درجه است؟ میگیم نه خیر. پس بین از هر دو رابطه نیست. ای او بگیم مستطیل لوزی است میگیم نه خیر. لوزی مستطیل است میگیم نه خیر. ولی هر دوی از هر دو میتونه متوازی الاضلاع باشن چون ویژگی از ایره دارد. صحیح است؟ پس اینو فهمیدیم دیگه. خب شاگرد عزیز، در درس گذشته ما و شما خواندیم در متوازی الاضلاع اگر قطرها رو به هم دیگه وصل کنیم یه دگ نقطه هم دیگه را قطع میکنه، او را نامشیر ای ماندیم. درست است؟ و دیدیم که قطرها یک دیگر را بدونیم تقسیم میکنه. چون مستطیل یک متوازی الاضلاع است پس قطرهای ازی هم یک دیگر را بدونیم تقسیم میکنه و چون لوزی یک متوازی الاضلاع است پس قطرها یک دیگر را بدونیم تقسیم میکنه. پس یار میفهمیم چون یا متوازی الاضلاع است پس قطرهاش یک دیگر را نیم میکنه. ایر که میفهمیم. حالا یک خاصیت بیشتر ما داریم در مدت چی؟ در مستطیل. در مستطیل چی داریم؟ قطرها را اگر ما رسم کنیم علاوه بر اینکه یک دیگر را نیم میکنه خود قطرها با هم دیگر مساوی هم میشه. خود قطرها با هم دیگر مساوی میشه. یعنی قطر ای باشد A B C D، قطر A C با قطر B D مساوی است. در حالی که در متوازی الاضلاع قطرها مساوی نبود، فقط یک دیگر را نیم میکرد. در مستطیل قطرها مساوی است و یک دیگر را نیم میکند. در لوزی چی؟ قطرها مساوی نیست. چون میبینید این قطر کلانتر است، قطر خردتر است. یک دیگر را نیم میکنه ولی یک تا خاصیت دیگه هم داره. زاویه بینش 90 درجه است، یعنی بر هم عمود است. در حالی که در مستطیل زاویه بین 90 درجه نمیشه، در متوازی الاضلاع زاویه بین 90 درجه نمیشه. پس دقت کنید، در متوازی الاضلاع قطرها یک دیگر را بدونیم تقسیم میکنه، یعنی نصف میکنه. در مستطیل هم چون متوازی الاضلاع است بدونیم میکنه، لوزی هم چون متوازی الاضلاع است قطرها یک دیگر را دونیم میکنه. در مستطیل علاوه بر اینکه دونیم میکنه خود قطرها با هم برابر است اما در لوزی قطرها با هم برابر نیست. اما خاصیت از این اضافه تر از این چی است؟ زاویه بین از هر دو 90 درجه است اما اینجا زاویه بینش 90 درجه نیست. پس در رابطه با قطرهای مستطیل و قطرهای لوزی یار فهمیدیم. حالا میخوایم یار ثبوت کنیم در مستطیل چرا قطرها با هم دیگه برابر میشه و مساوی میشه. پس ما تخته رو پاک میکنم، اینو ثبوت میکنم که در مستطیل قطرها با یکدیگر برابر هستند. او که دونیم میکنه که میفهمیم چون متوازی الاضلاع است. درست است؟ پس ما تخته رو پاک میکنم و این را ثبوت میکنم. شاگرد عزیز، پس یک قضیه ثبوت میکنیم. قضیه در یک مستطیل قطرها با همدیگه چی است؟ قطرها با هم برابر است. صحیح است؟ این قضیه را میخوام ثبوت کنیم. پس ما یک مستطیل میکشم. شاگرد عزیز، مستطیل A B C و D قطرهای ازیره به همدیگه وصل میکنم. فهمید؟ این قطرها در یک نقطه هم دیگر قطعه نقطه هیچ کار نداره. ما میخواییم ثبوت کنیم که قطر A C با قطر B D مساوی است. این رو باید ثبوت کنیم. چه رقم ثبوت میکنم من؟ دقت کن شاگرد عزیز. پس ثبوت من در اینجا نوشته میکنم. ثبوت، ثبوتش به این شکل است. دقت کنید، من از چی کمک میگیرم؟ از انطباق پذیری مثلث ها. ثبوت میکنم دو مثلث انطباق پذیرند و نتیجه میگیرم قطرها با هم مساوی میشه. اما کدام مثلث ها؟ دقت کنید، A
دی سی. من مثلش در اینجا برات میکشم که بفهمی ای دی سی کدام مثلث است. ای دی سی به این شکل است، به این چنین مثلثی میشه. شاگرد عزیز دقت کنید، کوچکتر میکشم. اینجا ای است، اینجا دی است و اینجا سی است. اینی مثلث ای دی سی، اینی مثلث دی پایین، دی با رنگ زرد برات کشیده میشه. اینی مثلث ای دی سی با کدام مثلث؟ با مثلث، دقت کن شاگرد عزیز، اگر من بگم مثلث ای سی بی غلط است. این من اکثر شاگردان دیدم که این غلط میکنه، میگه مثلث ای دی سی با ای بی سی. غلط است، ای بی سی به درد نمیخوره، چون جفتش چی میشه؟ اردوش همی ای سی میشه وتر از اون. ولی ما چی میخوایم؟ ضلع بی دی رو بخوایم. پس چی میشه؟ اینی مثلث پایین میشه، بی دی سی که من شکش در اینجا برد بکشم به شک میشه، بی دی سی به شک میشه. در اینجا بی است، در اینجا سی است، اینجا دی است. فهمیدید چه رقم شد؟ اینی میشه مثلث پایین سمت چپ و اون میشه مثلث پایین سمت راست. با دیگر رنگ اگر بکشم به این شکل میشه، اینی مثلث میشه، اینی مثلث است. پس اینی مثلث راست و مثلث چپ پایین. یا رو باید باز ثبوت کنم با هم دیگه چی است؟ انطباق پذیر هستن. خب نوشته میکنم شکر عزیز، از این مثلث سمت چپ AD با مثلث سمت راست BC چی میشه؟ مساوی میشه. AD ما و شما با BC مساوی است. چرا؟ چون ضلع‌های روبرو در مستطیل با هم برابر است، یا میگیم عرض‌های مستطیل هستند. پس AD ما و شما، AD ما و شما با BC مساوی است. چرا؟ نوشته بکنیم چون عرض‌های مستطیل، عرض مستطیل یا ضلع‌های روبرو در مستطیل با هم برابر است. خب دیگه چی نوشته میکنم؟ DC با DC مشترک است، چون بینشون برای بین هر دو مشترک شده دیگه. دی سی هم به این مثلث هم در اون مثلث. پس دی سی مساوی است با دی سی. دلیلش است میگه مشترک، صحیح است. و دیگه چی؟ زاویه دی با زاویه سی هر دوش 90 درجه است، چون زاویه های مستطیل میفهمیم 90 درجه است. پس زاویه دی مساوی است با زاویه سی و مساوی است با 90 درجه. خب از این عرصه خلاص شد دیگه، ما میتونیم نتیجه بگیریم مثلث ای دی سی، ای دی سی انطباق پذیر است با مثلث بی دی سی. بی دی سی با کدام حالت؟ شاگرد عزیز حالت شما باید بگین، دقت کنید. گفتیم که چی؟ ای دی با بی سی، ای دی را با بی سی گفتیم، یک تا زل فعلا گفتیم. دیگه گفتیم دی سی با دی سی مشترک، دو تا زل گفتیم، صحیح است. پس دو تا زل دایی گفتیم، دو تا زل دایی گفتیم و زاویه بینش را گفتیم، گفتیم دی با سی مساوی است. پس به حالت دو زل و زاویه بین، پس حالتش میشه چی؟ دو زل و زاویه بین دو تا مثلث با هم چی میشه؟ انطباق پذیر میشه. حالا که انطباق پذیر شد، پس زل ها با هم چی میشه؟ مساوی میشه. خب AD با BC مساوی شده بود، DC هم با DC مشترک بود، پس BD با AC چی میشه؟ مساوی میشه. پس در نتیجه ما میتونیم چی بگیم؟ بگیم AD AC ببخشید AC، پس AC مساوی میشه با BD. پس این هم ثبوت شد، صحیح؟ اینی چی گفتیم؟ اینی که ثبوت ما و شما خلاص شد. یعنی در یک مستطیل قطرها با هم دیگه چی است؟ مساوی است و یک دیگر را نصف هم میکنن. چون چرا این از قبل گفتن درس گذشته؟ چون مستطیل یک تا متوازی الاضلاع است، پس قطرهایش یک دیگر را نصف میکنن. در اینجا هم ثبوت کردیم که با هم دیگه برابر است، درست است؟ پس ما در مستطیل چی داریم شاگرد عزیز؟ قطرها یک دیگر را نصف میکنن و با هم دیگه مساوی هم هستند. پس ما تختر پاک میکنم شاگرد عزیز، یک تا سوال کار کنیم که عدد داشته باشه، سوال کارخانه و امتحان، درست است که چرخم به ما شما سوال داده میشه. پس با ما همراه باشید. شاگرد عزیز و گرامی، یک تا مثال کار کنیم که دو چی عدد داشته باشه و کارخانه ما شما از او سوال زیاد میه. پس دقت کنید، سوال ما و شما سوال به ما و شما به شکل داده. پس من نوشته میکنم سوال یا مثال فرق نمیکنه. شکل به ما و شما داده اینی شکله، گفته اینی مستطیل ما و شما داریم، صحیح؟ A B C D این قطرهاش را به هم دیگه وصل کرده، صحیح؟ کشیده. خب بعد گفته که چی هست شاگرد عزیز؟ این نقطه را نامش را ایمانده، درست است. گفته A B ما و شما 8 سانتی متر است، خودش گفته. بی دی هم گفته 6 سانتی متر است و بی ای هم گفته 5 سانتی متر. گفته شما چی رو دریافت کنید شاگرد عزیز؟ گفته که شما ای رو دریافت کنید، ای رو دریافت کنید، درست است. ای سی رو دریافت کنید، دیگه خود ای سی یا رو دریافت کنید، دیگه چی؟ بی دی رو هم دریافت کنید. بی دی
بی دی رو گفته دریافت کنه. خب شاگرد عزیز گفته ای چهار را دریافت کنه. گفته شکل موقع شما چی است؟ مستطیل است. پس دقیقا من سوال نوشته کنم. در مستطیل در مستطیل A, B, C, D چی را گفته که قطع خطهای خواسته شده را دریافت کنید. قطع خطهای یا پاره خطهای خواسته شده را دریافت کنید. دریافت کنید. پس سوال به این شکل است. گفته که مستطیله. وقتی مستطیل بگم ما میفهمیم که این ارچار از ما شما خواسته. ما میفهمیم که قطرهای شیست با همدیگه مساوی است و همدیگه را نصف میکنه. دقت کنید. وقتی با ما شما داده بی ای را داده 5 سانتی متر، پس میفهمیم ایست دی هم چند میشه؟ 5 سانتی متر میشه. درست است؟ چون یک دیگر را نصف میکنه قطرش دیگه. یکی 5 میشه، دیگه 5 میشه. پس ای دی ما شما یا دی ای ما شما چند میشه؟ 5 سانتی متر. خب ما اون نداریم. ولی من نشسته میکنم خود زیر. ای هم میشه 5 سانتی متر. درست است؟ خب حالی سوال با ما شما بی دی رو خواستن سوال آخر. بی دی خب یعنی 5 بشه، یعنی 5 بشه، جمعش چند میشه؟ 10 سانتی متر میشه. پس این میشه چی؟ 10 سانتی متر. پس اینو تونست دریافت کنیم. حالا ای سی چند میشه؟ شکر عزیز ای سی این قطر دیگه است. خب گفتیم که یک قطر که 10 باشه قطر دیگه هم هم مساوی است. پس اون هم چند میشه؟ اون هم 10 سانتی متر میشه. پس 10 سانتی متر. درست شد؟ فهمیدی چرا رقم شد دیگه نه؟ و حالا ای سی رو با ما شما خواسته. ای سی خب وقتی گفتم این کلش 10 سانتی متر باشه بدونیم تقسیم کنه پس این هم 5 سانتی متر میشه و این هم 5 سانتی متر میشه. پس ای سی هم میشه 5 سانتی متر و ای هم چی میشه؟ ای هم 5 سانتی متر میشه. صحیح؟ پس شاگرد عزیز فهمیدیم چی رقم شد. در مستطیل قطرها یک دیگر را نصف میکنن و با هم دیگر برابر هم هستند. در متوازی الاضلاع قطرها فقط یک دیگر را نصف میکنن، با هم برابر نیستند. درست است؟ در مستطیل آیا قطرها عمود بر هم هستند؟ میگیم نه خیر، عمود نیست، چون زاویه بینش 90 درجه نمیشه. زاویه بینش 90 درجه نمیشه. یعنی اول حاده میشه و بعدش منفرجه میشه. اما در لوزی میخوایم تختر پاک کنیم، در رابطه با لوزی بگیم. در لوزی چی میشه؟ قطرها علاوه بر که هم دیگر را نصف میکنن، عمود هم بر یک دیگر میشوند، اما با هم دیگر مساوی نیستند. درست است؟ فهمیدید چرا هم شد دیگه نه؟ شاگرده عزیز و گرامی، پس ما عنوان اول خواندیم. عنوان اول ما و شما چی بود؟ قطرهای مستطیل. پس در رابطه با عنوان دوم میخواییم گپ بزنیم. در رابطه با چی؟ قطرهای چی؟ لوزی را باید با هم دیگه بخوانیم. پس شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی، قطرهای لوزی را میخوانیم. پس من نوشته کنم قطرهای لوزی. خب لوزی چی چهار ضلعی بود یادتان است؟ لوزی گفتیم چهار ضلعی است که چهار تا ضلع چی دارد؟ برابر دارد. درست است؟ البته کمی کچتر شده یا به شک میشه. چهار تا ضلع از این برابر است. A, B, C و D. فهمید؟ حالا قطرهای از این رو اگه وصل کنم به هم، قطرهایش با هم دیگه چی میشه؟ مساوی است. آیا قطرهای لوزی؟ میگیم نه خیر، یک قطر کلان داره قطر خرد داره، با هم دیگه مساوی نیست. ولی چون لوزی یک متوازی الاضلاع است، پس قطرهایش یک دیگر را نیم میکنن. فهمید؟ این نقطه رو مگه نام میشه ای بانوم؟ این نقطه رو نام میشه ای بانوم. پس شاگرد عزیز و گرامی، ای با ای سی مساوی میشه و بی ای با دی ای مساوی میشه. درست است؟ ای دی یا دی ای فرق نمیکنه، با هم مساوی میشه و چون یک دیگر را نصف میکنه، چون متوازی الاضلاع است. در مستطیل دیدیم قطرها علاوه بر که یک دیگر را نصف میکرد با هم دیگر مساوی هم بود، اما در لوزی قطرها مساوی نیست، یک دیگر را نصف میکنه، اما یک خاصیت دیگر داره و او چی است؟ زاویه بینش 90 درجه میشه. میخوایم اینو ثبوت کنیم که زاویه بینش 90 درجه است. پس من نوشتم میکنم قضیه ما و شما چی است؟ در یک لوزی قطرها بر یکدیگر عمود هستند. قطرها بر یکدیگر عمود هستند. عمود یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی که زاویه بینش 90 درجه است. اینو باید ثبوت کنیم. خب چه رقم ثبوت میکنیم؟ پس من نوشته میکنم ثبوت. دقت کن شاگردای عزیز، ثبوتش به این شکل است. بسیار آسان است. ما میگیم که چون چی هست شاگرد عزیز؟ چون
A, B, C, D لحوزی است، پس یک متوازی الاضلاع هست. پس قطراش یک دیگر را چی؟ به دو نیم تقسیم میکنه. درست است؟ پس نوشته میکنم B, E با E, D مساوی میشه. صحیح؟ B, E با E, D چی میشه؟ مساوی میشه. صحیح یا نه؟ خب آفرین. پس نوشته میکنم B, E مساوی است با E, D. چون لحوزی یک چی است؟ نوشته میکنم چون لحوزی یک متوازی الاضلاع است. خب لحوزی یک متوازی الاضلاع است، پس قطره یک دیگر نصف میکنه، یعنی بی ای با ای دی چی میشه؟ مساوی میشه. خب نوشته کردیم. حال شاگرده عزیز دقت کنید، در مثلث ای بی دی، در مثلث ای بی دی دقت کنید، ای بی دی یعنی مثلث بالا، صحیح؟ ما قطعه خط ای را داریم و دیدیم که بی ای با ای دی مساوی است، چون گفتیم دیگه. پس در این مثال است، پس ای چی میشه؟ میشه میانه ما. میانه را یادتون هست که درس گذشته خواندیم. میانه چی بود؟ از رفع با وسط ذیل مقابل وصل میشد. پس میگیم که در مثلث، نوشته میکنم چون با مساوی است، میگیم که در مثلث، در مثلث چی؟ ای بی دی. ای بی دی چی است؟ وقتی یه اردو با هم مساوی شده، پس ای میشه میانه. در مثلث ای بی دی ای میانه میباشد. میانه چی است؟ میگیم در مثلث ای بی دی ای چی است؟ میانه میباشد، میانه است. عالی گفتیم دیگه. چرا میانه است؟ چون مساوی شده، ای بی ای با ای دی مساوی شده. خب عالی، میگیم چون، دقت کن شاگرد عزیز، چون مثلث ای بی دی متساوی ساقین است. یعنی چی؟ یعنی اینی ساق با اینی ساق چی است؟ مساوی است. چرا؟ چون در لحوزی ما میفهمیم چهار تا ضلع با هم مساوی است دیگه. پس مثلث ای بی دی متساوی ساقین میشه. صحیح است؟ پس میگیم چون مثلث ای بی دی، مثلث ای بی دی متساوی ساقین میباشد، متساوی ساقین میباشد، خب حالا از نکات مثلث متساوی ساقین استفاده میکنیم. یک مثلث متساوی ساقین اگر باشد چی میشه؟ میانه و ارتفاعش با هم دیگه چی میشه؟ یکی میشه، روی هم قرار میگیره، میباشد. پس ای چی میشه؟ ارتفاع هم میباشد، میباشد. پس قطع خط ای همان چی است؟ ارتفاع است. خب شاگرد عزیز دقت کنید، من یک مثلث بکشم، بازم مثلا مثلث متساوی ساقین بکشم، مثلث متساوی ساقین، متساوی ساقین یعنی ساق کدی ساق مساوی است. گفتم میانه رو بکش، میانه یعنی چی؟ یعنی از رأس به وسط دقیقاً ذیل مقابل بکش، این میشه میانه. ارتفاع چی میشه؟ از رأس به ذیل مقابل عمود به سزاوش 90 درجه باشد. در مثلث های متساوی ساقین میانه و ارتفاع دقیقاً روی هم قرار میگیره، پس میانه ما همو ارتفاع میشه. نگاه کن شاگرد عزیز، اگر ما یک مثلث دیگه داشته باشیم، مثلا اینی مثلث داشته باشیم، میانه از چی میشه؟ میانه از این رأس به وسط ذیل مقابل میکشم، از این به این میشه میانه. اما ارتفاع چی میشه؟ ارتفاع رو شما باید از همین رأس عمود بسازی، یعنی به زاویه 90 درجه جور کنی، پس این میشه ارتفاع. یعنی سرخ میشه ارتفاع، یعنی آبی چی میشه؟ میانه. در مثلث های معمولی، اما در مثلث متساوی ساقین ارتفاع و میانه دقیقاً روی هم قرار میگیره، پس یکی میشن با هم دیگه. صحیح؟ چون متساوی ساقین است. پس گفتیم در مثلث ای بی دی ای میانه است. چون مثلث ای بی دی متساوی ساقین است میباشد، پس ای همان ارتفاع است، چون ارتفاع میانه دقیقاً روی هم قرار میگیره. صحیح؟ دیدین در دیگه مثلث ها روی هم قرار نمیگیره، اما متساوی ساقین باشه روی هم دیگه قرار میگیره. پس وقتی ارتفاع باشد، ارتفاع چی بود؟ زاویه بین چند درجه است؟ 90 درجه است. پس این زاویه چند درجه میشه؟ 90 درجه میشه. وقتی 90 باشه دیگه هم 90 میشه، یا کلش 90 درجه میشه. صحیح؟ پس حکم چی میشه؟ قضیه ما و شما ثبوت شد، ارتفاع است. پس زاویه الی بگیریم ای یک، ایره بگیریم ای دو، ایره بگیریم ای سه، ایره بگیریم ای چار. پس زاویه ای یک مساوی است با ای دو، مساوی است با زاویه ای سه و مساوی است با زاویه ای چهار، و کل از چند درجه میشه؟ 90 درجه میشه و ثبوت ما و شما خلاص میشه. پس شاگرد عزیز اگر دقت کنید چی شد؟ ما چی قضیه گرفتیم؟ در یک لحوزی قطرا بر یک دیگر عمود هستند، یعنی زاویه بینشان 90 درجه است. درست است؟ خب پس درس امروز ما شما چی خواندیم؟ گفتیم که چون مستطیل و لوزی متوازی الاضلاع هستند، پس قطرهایش یک دیگر را نصف میکنند، چون درس گذشته ثبوت کرده بودیم. و در درس امروز ما گفتیم خود مستطیل، گفتیم علاوه بر اینکه قطرها یک دیگر را نصف میکنند، قطرهایش با هم دیگه مساوی هم است.
اما در رابطه با لوازی چی گفتیم؟ گفتیم قطر یک دیگر نصف میکنه، با هم دیگر مساوی نیست، قطر یک دیگر نصف میکنه، ولی زاویه بینش 90 درجه است، یعنی بر هم عمود هستن. درست است؟ پس درس امروز ما شما همین بود شاگرد عزیز، در رابطه با قطرهای لوزی و قطرهای مستطیل گپ زدیم. فقط یک نکته شاگرد عزیز دقت کنید، عالی با ما شما مثلا این زاویه ای یک با ما شما بده بگه دیر دریافت خو میتون دریافت کنید دیگه، چون میدونیم 90 است، با ما شما بنان مثال بده 30 درجه، بنان مثال با ما شما اینو بده چند درجه؟ 30 درجه. باز دیگه رنگ نوشته کنم، این زاویه با ما شما بده چند درجه؟ 30 درجه. گفته زاویه این زاویه دیر دیگه دریافت کو، خب این دیگه چند درجه میشه؟ خب آسان است دیگه، اینی چون 90 درجه است رو میفهمم، قطرها یک دیگر بر هم عمود، زاویه 90 درجه است، اینی 30 درجه باشه، اینی با چند باشه؟ از چی استفاده میکنیم؟ مجموع زاویه های داخلی مثلث چند درجه است؟ 180. 90 تا در اینجا باشه، 30 تا در اینجا میشه چند؟ 120 درجه. تا 180 میشه چند درجه؟ 60 درجه. پس دیگه ما و شما میشه 60 درجه. با مثال سوال با ما شما به این شکل میتونه، ما باید بتونیم سوال کار کنه. درست است؟ خب شاگرد عزیز، در اینم یک نکته دیگه براتون میگم، چون در کارخانه سوال آمده، وقتی ما و شما لوزی داریم قطراش رسم کردیم، این 30 درجه باشه دیگه هم 30 درجه میشه، چون این 90 باشه 60 میشه، اون 30 درجه میشه. صحیح است؟ پس علاوه بر که قطرها یک دیگر رو نصف میکنن چی میشه؟ ناصف و زاویه هم هستن، قطرها ناصف و زاویه ها میشه، یعنی زاویه ها رو به دو نیم تقسیم میکنه. این فکرتون باشد، در لوزی قطرها عمود بر یک دیگرن، منصف هم هستن، یک دیگر رو نصف میکنن و ناصف و زاویه هم میباشه، یعنی زاویه ها رو به دو نیم تقسیم میکنن. درست است؟ پس درس امروز ما شما خلاص شد شاگردای عزیز. خب شاگردای عزیز و گرامی، پس درس امروز ما شما خلاص شد، قطرهای مستطیل و قطرهای لوزی را خواندیم و فهمیدیم که درس امروز ما به چه شکل می باشد. اما شاگردای عزیز و گرامی، کارخانگی تمرین های صفحه 176 و 178 کتاب حل کنید و به ما روان کنید. از طریق چی روان میکنید؟ از طریق واتساپ، نمبرش هم 2096470825413. شاگردای عزیز و گرامی، پایان فصل ششم، فصل ششم ما شما خلاص شد، بخیر درس بعدی فصل هفتم شروع میکنیم. خب شاگردای عزیز، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش، خدا حافظتان.